یعنی من خودم اینطوری فکر میکنم، حداقل من خودم شعرام زیاد فراز آنچنانی نداشت، ولی بعدش که وارد مبارزه شدم، یعنی یه اشرفی شدم طی این سال هم که هی گذشت، به حال من تلاش کردم که شعرم رو هی رونق بدم بر اساس اون چیزی که دارم تو مبارزه طی میکنم، یعنی بهار رو یه معنی دیگه ازش فهمیدم. حالا این شعری که میگم، حالا رفتش کاملا به سوال دوم بسیم که دادش اشعار بهار کردیم. من فکر میکنم بهار کلن اصلا احیا کننده اشعاره، یعنی من به عنوان یه شاعر وقتی تو عید میخوام شعر بگم یا اصلا وارد فصل بهار که میشیم با تمام ریزکاری هایی که فصل بهار داره با همه ظرافتش، وقتی که میخوام شعر بگم به همه جوانبش نگاه میکنم، از لطافت بهار، از امید بخش بودن بهار، که اینا خیلی به خودم یه دستگاه منسجم میده که بتونم شعرمو نسبت به شعری که پارسال گفتم حتی تو مبارزه ها، چون مبارزم حداقل ما تو اشرف داریم میبینیم امروز اون با دیروز اون زمین تا آسمون فرق داره، بنابراین نمیتونه شعر یه شاعر ایستا و ماندگار توی نقطه بمونه، در همین باید همینطور پیشرفت کنه. من هم تلاش کردم همیشه از بهار یاد بگیرم امید و سرزندگی و نشاط رو و توی شعرام جاری کنم. بله بسیار عالی. خب ما البته سوالاتمون تموم نشده، ولی به هر حال برای اینکه بیشتر از این نمیخوایم در این ایام عید مزاحم شما بشیم با توجه به همه کارهایی که اشرفی ها دارن، با توجه به همه تحولات، ولی در انتهای یک سوال مشترک میکنم، سوالی که در واقع سوال نیست و اون هم اینه که خود شما وقتی که میخواستین در این گفتگو شرکت کنین انتظار داشتین دوست داشتین که سوالی ازتون بشه؟